من دکتر ناصر عابدی با بیش از 21 سال سابقه وکالت در کانادا در دعاوی حقوقی مربوط به امور خانواده، خرید و فروش مستغلات و حقوق مهاجرت در خدمت شما خواهم بود. با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC. اسد زریمیرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن، و همچنین با سلام خدمت خانواده محترم شهدای انقلاب ایران. بله، با آرزوی پیروزی انقلاب جوانانمون آینده داشته باشن، چون با این رژیم آیندهشون تیره و تارتر خواهد شد. به همین خاطر چاره جز پیروزی نیست. آقای دکتر، دفعه پیش راجع به مهرینا صحبت کردیم و مهریه با وجودی که بچه هایی که اینجا دنیا آمدن بزرگ شدن، ولی با شما که صحبت میکردم مثل که همینا هم تحت تاثیر خانواده هاشون قائل به مهریه شدن. این چی جوریه؟ یعنی نباسی فرهنگشون یه خورده عوض بشه نسبت به کشوری که دارن زندگی میکنن، خودشونو به روز بکنن؟ خب ببینید، بحثی که هست اینه که نشون میده که فرزندان ما در کانادا خیلی متاثر از فرهنگ پدر مادرشون و فرهنگ ایرانیشون هستن. به طب وقتی که این فرهنگ غالبه در روابط اجتماعی، خود به خود ظاهر میشه در فرزندان ما و همچنین در روابطشون با افراد دیگه در جامعه. برای همین این خیلی مهمه که ما شخصا خودمون به عقایدمون و فرهنگمون باور داشته باشیم و در ارتباطاتمون با جامعه دیگر این ارتباطات رو مسلم بهش اهمیت بدیم و مراقب باشیم که از این فرهنگ چه چیزای خوبی رو انتخاب میکنیم و چه تعهداتی رو حاضر میشیم قبول بکنیم و به جامعه بگیم که این تعهدات رو قبول داریم و باید اجرا بشه. بله، این همه که شما دفعه قبل هم فرمودین که این یک قرارداده. قراردادم رسمی از نظر هر نوع قراردادی در قوانین کانادا رسمیت داره. درسته. ازدواج که قرارداد امضا میکنن، تعهد میکنن، متعهد میشن، باید پای از نظر قانونی پای امضای خودشون وایسن. ولی به نظر شما حتی اگر انقلاب آزادی ایران صورت بگیره، فکر میکنید این قوانین مهریه تا کی ادامه داشته باشه؟ ببینید، مسئله ای که وجود داره اینی که بحث اینه که مردم ایران در ایران چه قانون رو انتخاب کنن، این بستگی مردم ایران داره و نمایندگانی که انتخاب میکنن در پارلمان مجلس ایران برن و لوایح مختلف رو توصیه کنن و بگن و بر اساس اون لوایح و اون توصیه ها قانونی وضع بشه که اون قوانین بخواد تغییر بده قوانین قبلی. آقای دکتر، ولی کلا فکر نمیکنه از نظر قوانین و سنت های نفع یه خونه تکونی باید بشه؟ ببینید، بحث یه بازنگری بشه به مسلمه که انقلاب یعنی بازنگری، زیر و رو کردن. تعریفی هایی که ما یاد گرفتیم در ارتباط با انقلاب 57، خیلی از این ضوابط و روابط این ضوابط تحت تاثیر قرار میگیره. 100% مسلمه که اگر بخواد، ببینید موضوع اینه که ما چند روزه بخوایم یک فرهنگی رو تغییر بدیم. الان خب مثلا محض مهریه رو که الان مطرح کردیم در ارتباط با دوستانی که مثلا در کانادا زندگی میکنن، هنوز بعضی رو ببینم که تو قراردادهای خانوادگیشون، بعضی رو نه همه، بعضی رو تو قراردادهشون که در ازدواج بوده. چرا؟ چون رفتن پلی یا نفر که عاقد بوده، اون عاقد محترم هم خب بهشون گفته که مهریه هست، واسه اون توضیح داده و اون افراد اومدن بر اساس مهریه که بهشون پیشنهاد شده مبلغی رو پذیرفتن. این آقای محترم هم نشسته نوشته و داده. موضوع اینه که تا زمانی که دفعه قبلم گفتم سنت شکنی بکنن، آقا
و خانوم، عروس خانوم و آقا دوبار، این دو نفر تایید بکنن، آقا دو محترم مجبور بنویسه چویشون بگونه نوتاری پا بگه با اجازه بزرگترا و علا رو میگه. ولی الان خیلی از این خط مثلا خط قرمز رد شدن، الان ازدواج سفید هم هست بدون اینکه هیچ گونه تشریفاتی باشه با هم دیگه دارن زندگی میکنن. حالا برای اینکه از نظر قوانین شرعی به اصطلاح قانونی باشه، شرعی باشه، صیغه میخونن. خب دیگه نه مهریه تو کار، نه مراسمی هست، نه شیوه هایی هست و راحت در کنار هم زندگی میکنن وقتی که دو نفر همدیگر میخوان. خب اگر هم دو نفر فرض کنیم میان کانادا شروع کنن به زندگی مشترک، بعد 5 سال 10 سال کجا باشن، ما مشکل مهریه پر نداریم، نباید داشته باشیم دیگه، نداریم. ولی باید داریم که چه قوانین، چه حقوقی به عنوان زن و مرد بهشون تعلق میگیره طبق قوانین خودمون. بس عرض کردم مسئله مهریه مسئله ایست که برمیگرده به اینکه یک عنصر خارجی بوده. حتی میگم که منظورم در برنامه قبلی هم گفتم این یک عنصر خارجی بوده به قوانین ما که وارد شده و گفتن آقا این هم هست چی کار کنیم. بحث متعدد در عرض 20 سال گذشته راجبش صحبت شده و بالاخره به این نظر رسیدیم اوکی ما قبولش میکنیم تحت این شرایط. اوایل که بودن یک کانسپت مذهبی اصلا دست بهش نمیزنیم و مدت ها مسئله مهریه رو دادگاه ما رد میکرد، اکراه داشت به دلیل که به عنوان چیز مذهبی بود. بعد اومدن دیدن که نه انگار مشکل جای دیگه ای چه دیگه داره میشه، بلکه قراردادیه. بعد یه کاری که قرارداد وجود داره و این قرارداد نشون میده که شرایط رو قرارداد داره. قوانین ما در فامیلی لا اکت تضمین کرده و گفته هر قراردادی اگه باشه جزو این مواد میتونه باشه و دیدن که انگار این قرارداد با این یکیه. از اونجا وارد شده بحثا. ولی گفتیم بیشتر مشکلتون از نظر قانونی این ارزش سکه هاست که اون زمان یه ارزشی داشته، وسط کار یه ارزش داشته، الان یه ارزش دیگه داشته. ببینید این مثل یه مسافرت میگه، رفتن مسافرت سخته، اومدن مهریه خوشی سختی داره. بعد میگه تو این جاده که میری چند تا گردنه وجود داره. این مسئله قیمت گردنه هاشه که میخوای از این گردنه ها بگذری با سختی ایناست که آره این بند خدا حالا گفتن اوکی مهریه باشه. قیمتش بوده مثلا فرض کنیم 100 سکه طلا، 100 سکه بوده زمانی که ازدواج کردن بوده سکه مثلا 70 تومن. سکه 70 دلاری 100 تاش میشه 700، زیاد قیمتی نیست، میشونم بدم. بعد 100 تا بعد رسیده شده 120 تا، 180 تا، 200 تا، 400 تا و امروز رو 600 تاست. مشکل عمده اینه که من یه تعهدی در اون مقطع قبول کردم به این قیمت به من گفتن. همین تعهد باعث میشه آقای دکتر، این تعهد باعث میشه، یعنی این مهریه که اون چیزی که قبلا با هم دیگه صحبت کردیم که هر یک از طرفین بگه من میخوام جدا بشم قانون پوششه. درسته. هیچ یعنی کسی ملزمش نمیکنه، نه تو باید حتما با این خانم یا با این آقا زندگی بکنی. درسته. ولی اینجا مهریه، اینجا چیز قانون کانادا هم قربانی میکنه که مثلا من میخوام خودم راحت بکنم، ولی نگاه این مهریه نمیذاره که مثلا بحث. ببین دقیقا همین هم هست، یعنی الان مشکلی که وجود داره اینه که ما میگم اگه خود صرف مهریه باشه یه بحثه که میگم یه مشکلیه. بغرنج ترینش قیمتیه که میخوای بدی که مثلا 1000 سکه است، 1000 سکه روز ازدواج بوده 100 دلار، 70 دلار، 150 دلار، روز جدایی شده 450 دلار. در از این دو سال گذشته که به دادگاه برسه و دادگاه قد پرونده برسه یه دفعه قیمت سکه رسیده به 600 خورده، یعنی یه 20-30 درصد 40 درصد اومده بالا. موقعی که ما ازدواج میکردیم یه سکه بود 100 تومن، 41 دو سال پیش، الان از 20 میلیون یعنی اگه باور کردنیه. آره مثلا 100 سکه میذاشتیم خب میشد 10000 تومن ها، مثلا 300 سکه میشد 300000 تومن، الان میره به میلیون ها. نه اصلا بوده خواهد اینقدر محاسبه کردنش مشکله. میگه که آخ مثلا میگه 10500 میلیارد، یعنی اصلا یه چیزی
چند تا سر میخوره چلوش. تو ایران اصلا افتضاح شده این. میگم مشکل ما الان همینه که این سکه یه چیزی انتخاب کردن. حالا بحث مهریه یه طرف که مشکلی ایجاد میکنه، یه مبلغ رو تعیین میکنن که یکی تعهد داره به دیگری بده، اون یه بحثیه. ولی اینکه اینو تعیین کردن به یک شیء به عنوان طلا که این قیمتش نوسانات داره، بله این نوساناتی که نمیتونه، اگه مثلا به دلار ارزهای خارجی بودن بازم بسای عزیزانی که در خارج کشور هستن راحت بود که راحت تعیین کنن اوکی دلار آمریکا چقدر است، 1000 تا، اینم 1000 تا. ولی قیمت به طوریه که وارد سکه میشه، سکه و هی میره بالا و این باعث شده که امروزه بیشتر درگیری ها رو به اصطلاح در دادگاه ها همه نگرانه، گیرنده اون که میده گیرنده میخواد بالاترین سود رو بگیره، اون یکی هم که داره پرداخت میکنه بنده خدا اونم میخواد به کمترین قیمت بده. به طب رو اینا بحثه و به نظر من اینها چون uncertainty وجود داره مشکل رو بیشترم میکنه. اوکی من باید بدم، به چه قیمتی باید بدم، به چه صورت باید بدم، یعنی همش یک دنیا چیزه. اما چیزی که گفتیم اصلا این باید این قوانین و این شرعیات باید خونه تکونی بشه و اون اصول اخلاقی و فرهنگی و مطابق با حقوق بشر بشه. انسان و انسان ها با هم برابرن، زن و مرد با هم برابرن، یک حقوق دارن در نظر قوانین کانادا، با هم دیگه هیچ فرقی ندارن. نه به هیچ قوانین ما خانم ها و بنابر این قیمت گذاشتن واسه مهریه و این حرفا با ضوابط انسانی به نظر من نه از نظر حقوقی جور در نمیاد و ما به عنوان یک رسانه فکر میکنیم که این چیزایی است که باید تعدیل بشه، باید به روز بشه تا متوجه بشن که این یک سنت بیهوده‌ای بوده و باید تابو شکنی بشه، باید سنت شکنی بشه و این قوانینی که انسان‌ها رو مخصوصا زن‌ها رو میاره پایین، قیمت روشون گذاشته میشه، برداشته بشه که برابری‌ها کاملا مشخص بشه. ببینید مشکل ما برمیگرده به اینکه در 1400 سال پیش یک کانسپت ها و یک مفاهیمی رو در نظر گرفتیم که این بعد از 1400 سال ممکنه اصلا اینا باید منسوخ بشن، از بین برن و همطور که شما میگی باید خونه تکونی بشه. به چه صورت هست؟ وظیفه مردم ایرانه که نماینده خودشون رو انتخاب کنن و اون وظیفه که دارن رو انجام بدن و نمایندگانشون بشینن این قوانین رو رده‌بندی کنن با اصول حقوق امروزی و ببینن که واقعا چی مناسبشون هست تا بتونن اون قوانین رو تغییر بدن به نحوی که جامعه ازشون خواسته، بهشون اعلام کرده و خواسته قلبیشون بوده. اینا کار ما در حال حاضر اینه که ببینیم که قرارداد وجود داره یا نداره. اگه قرارداد وجود داره کی چه تعهدی رو به عهده گرفته، تا چند روز قرارداد اعتبار داره، اگه قرارداد تابع شرایط قانونی هست طبعا این قرارداد معتبره و اون فرد میباید که تعهدات قانونیش رو انجام بده. آیا دکتر شما به عنوان یه وکیل سعی میکنید که مثلا با اون طرف یه خود چونه بزنید، مثلا این 1000 سکه رو مثلا بکنه 500 سکه یا 300 سکه؟ یعنی این امکانش هست که مسلمه که من به عنوان وکیل هر کاری باید بکنم که یه چنین چیزی کوتاه میان دیگه. نه ببینید بستگی داره که موکلا بخوان با هم مذاکره کنن به نتیجه برسن یا بخوان توی دعوای دادگاه باشه. شما وقتی که وارد دادگاه میشید یک هزینه سنگین رو متحمل میشید به عنوان فردی که خواهان دادگاه، خواهان پرونده است، به عنوان اپلیکن یا به عنوان ریسپاندنت تو دادگاه فامیلی. به تبع تمام اینها در نظر گرفته میشه که اگر وارد دادگاه بشیم چه هزینه‌ای رو می‌بینیم. خب اگر بشه که با طرف مقابلتون وارد مذاکره بشید به یه مبلغی که نظر دو طرف رو میتونه داشته باشه توافق بکنی، دیگه لزومی نداره که تو دادگاه فایت سنگینی میکنید. بعد از یه سال، دو سال، سه سال یه نفری که به عنوان قاضی آدم بسیار محترمیه وارد پرونده میشه، یه نظر بده که نه آقا دوست داشته نه خانم. ببینید در مصالحه معمولا مصالحه میکنن، توافق میکنن به کیفیت 100%. با توافق خوبش اینه که دو طرف ترمی رو انتخاب میکنن که خودشون میخوان. این یادتون باشه که
اگر در دعوا اختلاف دارید ترمی رو انتخاب بکنید که اونی که خود شما میخواییم باشه، این خیلی کمکه به اینکه با آرامش بهتر این حکم رو قبول کنی و این توافق رو قبول کنی، تا اینکه یه قاضی بیاد یا بگه من فکر می‌کنم که 2-3-4 به X برسه، 5-6 به Y برسه، بعد اینا اینجوری بشه. یه چیزی میگه که نه خانوم دوستش بشه نه آقا. ولی اگه به مثلا بوده، من پرونده سختی داشتم، همیشه به موکلان پیشنهاد کردم که توافق کنید رو شرایطی که میدونید و مذاکره کنید، هزینه های دعاویتون خیلی پایین تره، به ترمیه که میتونید چیز کنید. موکلان بعضی مواقع یه مقدار در حدود کوتاهی با سیویلال برخورد کردن، یه سری مکاتباتی رو شروع کردن با رهنمودایی که گرفتن و اونجا تو رهنمودا به یه نتیجه رسیدن، بعد پاس دادن به ما، ما کاملتر کردیم، پاس دادیم به اونا و اینجوری در عرض 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته قرارداد بسته شده، توافقات انجام شده و به دادگاه فرستاده شده برای اینکه حکم دادگاه صادر شه. برحال به نظر من مهریه باید برداشته بشه مطابق حقوق بشر و نرفا نیست، قیمت گذاری روی انسان هاست. از اینکه توضیحات قانونی دارین از شما سپاسگزاریم و ضمناً به بیننده هامون هم بگیم که این برنامه صرفاً جنبه اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان به عنوان مشورت حقوقی به حساب نیاد. اگه میخواین مشورت حقوقی بخواین، لطفاً با شما تلفنایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با آقای دکتر تماس بگیرید تا مشکلاتتون با امید خدا حل بشه و مشورت حقوقی هم دریافت کنید. از توضیحاتتون سپاسگزارم آقای دکتر. با تشکر از شما و با تشکر از بچه های اتاق فرمان که دارن برنامه رو تنظیم میکنن و ضبط میکنن و پخش میکنن، با تشکر از شما بینندگان محترم که این برنامه رو دارید ملاحظه میکنید، امیدوارم که مفید واقع شده باشه و به امید پیروزی انقلاب مردم ایران. بله، به امید آزادی آبادی و براتون شب و روز خوش رو میکنم، آرزو میکنم، امیدوارم که ایام خوب کریسمس رو که رد کردین، ایام جدید میلادی رو هم به خوبی شروع کرده باشین تا به امید خدا برسیم به آزادی که در نوروز خودمون خواهیم داشت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا مسیر زندگی همیشه هموار نیست. ما در ناهمواری ها در کنار شما خواهیم بود. تخصص ما دفاع از حقوق شماست.